سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. امروز درس دوم از فصل اول کیمیای صنف 9 می‌خوایم با هم کار کنیم و شروع کنیم. قبل از اینکه درس آغاز کنیم یک نمبر رو براتون میگم که از طریق نمبر میتونین با ما ارتباط بگیرین و کدام سوال دارید، پیشنهاد دارین یا کار خانگی دارین میتونین برای ما روان کنین. نمبر به این صورت است: 20964780 255-40-13. خوش آگردهای عزیز، می رویم یک نگاهی داشته باشیم به خلاصه درس امروز ما و شما که چی می خواهیم یاد بگیریم. خلاصه درس که امروز ما و شما می خواهیم با هم یاد بگیریم و کار کنیم به این صورت است. ابتدا می آییم برای شما، اگر یادتون باشد در درس گذشته فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی رو براتون گفتیم. در این درس میاییم با مقایسه هدایت برقی بوره و نمک یک تای دیگه از فرقی که بین مرکبات عضوی و غیر عضوی هست رو با هم دیگه یاد میگیره و همچنان عناصر اصلی در مرکبات عضوی رو به کمک یک آزمایش میاییم با هم تشخیص میدیم که عناصر چی هستن و در ادامه ساختمان اتم کربن رو با هم یاد میگیریم. به خاطر که اتم کربن یک اتمی است که بسیار مهم و اساسی ترین اتم است در ساختار مرکبات عضوی و در آخر هم رابطه اشتراکی رو یاد میگیریم که میبینیم که میخوایم یاد بگیریم که اتم های کربن در مرکبات عضوی چه قسمی رابطه اشتراکی رو برای ما تشکیل میده و انواع رابطه اشتراکی رو ما و شما امروز یاد میگیریم. شاگردای عزیز، کتابچه و قلم های خود آماده کنین که میریم درس امروز آغاز کنیم. شاگردای عزیز، امروز میخواهیم در قسمت اول درس یک تا از فرقی که بین مرکبات عضوی و غیر عضوی هست با هم دیگه کار کنیم. اگر یادتون باشه شاگردا، در درس گذشته در رابطه با فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی با هم دیگه کار کردیم. چی فرقی داشت؟ سه فرق اساسی داشت بین مرکبات عضوی و غیر عضوی. یک تاش چی بود؟ در مرکبات عضوی رابطه اشتراکی موجود داشت، اما در مرکبات غیر عضوی رابطه اشتراکی موجود نبود. دیگه چی فرق داشت؟ فرق دیگه‌اش این بود که در مرکبات عضوی اتم‌های کربن و هیدروژن موجودیت داشت، اما در مرکبات غیر عضوی عنصرها موجودیت نداشت. دیگه چی فرق داشت؟ فرق دیگه‌ای که داشت، مرکبات عضوی می توانستن که ایزومرها و پلیمرها رو برای ما بسازن، به این خاطر که اتم‌های کربن و هیدروژن براحتی جای به جای می‌شد، اما در مرکبات غیر عضوی توانایی را نداره. حالا میخواییم با کمک انجام یک آزمایش ببینیم که دیگه چه فرق بین مرکبات عضوی و غیر عضوی است. آزمایش به این صورت از شاگردای عزیز، اما رقم که در شکل مشاهده میکنید، یک دستگاه هدایت برقی را ما تشکیل میدیم به این صورت که دو بیکر را در نظر بگیریم که در یک تاش محلول نمک است و در یک تاش محلول بوره است که یک مرکب عضوی است. در دیگه محلول نمک هستن. خب این دستگاه هدایت برقی را به این صورت تشکیل میدیم و میسازیم. یک بیکر است و یک محلول به داخل آن است، دو الکترود هست، مقدار سیم و یک باتری و یک لامپ که در مسیر جریان برق قرار گرفته. آزمایش به این صورت انجام میدیم که در محلول نمک، اگر در شکل مشاهده کنید شاگردای عزیز، اما رقم که مشاهده میکنین، گروپی که در مسیر جریان برق قرار گرفته روشن شده. خب این نشان میده که چی؟ نشان میده که محلول نمک که یک مرکب غیر عضوی میباشه عادی جریان برق است، جریان برق از خود تر میکنه. اما محلول دیگر نگاه کنید، محلول بوره.
در این قسمت که ما دستگاه هدایت برقی را تشکیل دادیم، گروه در مسیر جریان برق قرار گرفته، اما گروه روشن نشده. این نشان می‌ده که مرکبات عضوی مانند بوره عادی جریان برق نیست، در جریان برق از خود عبور نمی‌تونه بده. این یکی از فرقای بود که بین مرکبات عضوی و غیر عضوی است که بسیار مهم است. باید بلد باشین که مرکبات عضوی جریان برق از خود عبور نمی‌ده یا عادی جریان برق نیست. خب از اونجایی که شاگردای عزیز مرکبات عضوی را بیشتر و در درس گذشته براتون گفتیم که مرکبات عضوی بسیار مرکبات گسترده و مهمی هستند، می‌خوایم ببینیم که در ساختمان مرکب چه عنصرهایی، چه عناصر اصلی موجودیت داره. اینا به کمک یک آزمایش می‌تونیم انجام بدیم. به این صورت که یک تست تیوب داریم و مقدار بوره را به داخل آن قرار میدیم و این تیوب را حرارت میدیم. وقتی که حرارت میدیم، بعد از چند دقیقه مشاهده میکنیم که قطرات آب بر روی جدار مشاهده میشود و همچنان یک ماده سیاه رنگ هم در تیوب مشاهده میشود. خب از این آزمایش ما چه نتیجه میگیریم شاگردای عزیز؟ از قطرات آبی که در جدار مشاهده میکنیم میتونیم اتم هیدروژن که در مرکبات عضوی جزء عناصر اصلی هسته را شناسایی کنیم و تشخیص بدیم و از اون ماده سیاه رنگ هم میتونیم اتم کربن را شناسایی کنیم. به این ترتیب دو عنصر اصلی در مرکبات عضوی که شامل هیدروژن و کربن میباشه را برات میتونیم تشخیص بدیم و شناسایی کنیم. این آزمایش بسیار مهم است. در سوالات هم همیشه آماده شاگردای عزیز این را خوب دقت کنیم و به ذهنتان بسپاریم. خب از بین دو اتم هیدروژن و کربن که یاد گرفتیم که از عناصر اصلی مرکبات عضوی هستند، کربن باز اساسی ترین و مهمترین اتم است در ساختار مرکبات عضوی که باید ساختمان اتم بلد باشه. خب اون رو هم که در شکل سلاید مشاهده میکنید شاگردای عزیز، در این قسمت ما ساختمان اتم کربن رو براتون نشان دادیم. اتم کربن ما شما میدونیم که مربوط به گروهی 14 است، درست است؟ و این عددی یک که یکان 14 می باشه به منزله تعداد الکترون های ویلانسیش می باشه. خب میبینید که دارای 6 پروتون است، 6 نیوترون هست که در هسته جای گرفته، دارای 2 قشر هست. در قشر اول مشاهده میکنین که 2 الکترون جای گرفته و در قشر آخر 1، 2، 3 و 4 الکترون قرار گرفته که این 4 الکترون 4 الکترون ولانسی یا قشر آخری اتم کربن به حساب می آید. این ساختار اتم کربن هست که باید بلد باشه. حالا می خواهیم ببینیم که این اتم کربن شاگردای عزیز چگونه در مرکبات عضوی رابطه اشتراکی رو برای ما تشکیل میده. قبل از اینکه بفهمیم که یاد بگیریم که چگونه رابطه اشتراکی را تشکیل میده، باید بدانیم که رابطه اشتراکی چی هست. به نظر شما من سوال میکنم شاگردای عزیز، رابطه اشتراکی چه قسمی رابطه است؟ رابطه است که آفرین میتونه بعد برای شما کامل تر میکنم، رابطه هست که بین اتم هاست. وقتی که یک جوره الکترون بین دو اتم به اشتراک گذاشته میشه، رابطه اشتراکی تشکیل میشه به همین سادگی. نکته شاگردای عزیز این را دقت کنید که هر اتم یا عنصر به تعداد الکترون های ولانسی خود میتونه رابطه اشتراکی را تشکیل بده. خب حالا با توجه به این نکته که براتون گفتم و رابطه اشتراکی که یاد گرفتین، به نظر شما اتم کربن چند رابطه اشتراکی را تشکیل میتونه بده؟ خب فکر کنید که این رابطه اشتراکی را بگوین که چند رابطه اشتراکی تشکیل میده. من برای تخته‌سیاه براتون نوشته کنم. خب پیشتر ما یاد گرفتیم، گفتیم اتم کربن مربوط به گروه چند است؟ گروه 14 است، درست است؟ و همچنان براتون گفتم که یکانش بیانگر چی است؟ الکترون های ولانسی هست. اتم کربن چند الکترون ولانسی دارد؟ 4 الکترون ولانسی دارد، صحیح است؟ خب نکته ای که من براتون پیشتر گفتم که اتم های عنصر ها
با تعداد الکترون‌های ولانسی خود میتونه رابطه اشتراکی رو تشکیل بده. پس رابطه اشتراکی در اتم کربن چند تاسته؟ 4 تاسته. صحیح است؟ به همین راحتی میتونیم بگیم که اتم کربن 4 رابطه اشتراکی رو تشکیل دادن میتونه، که این بسیار مهم است. شاگردای عزیز دقت کنین که در سوالات امتحانی هم و در آخر فصل هم آمده اتم کربن 4 رابطه اشتراکی رو تشکیل داده میتونه. خب حالا میخواییم ببینیم در قسمت بعدی که به اساسی تعداد رابطه هایی که شاگردای عزیز به مابین اتم های کربن هستن ما چند قسم رابطه اشتراکی داره. به اساس تعداد رابطه هایی که بین دو اتم کربن هستن شاگردا ما 3 نوع رابطه اشتراکی داریم: رابطه اشتراکی یکگانه، رابطه اشتراکی دوگانه و رابطه اشتراکی سگانه، که هر کدوم ما میایم جداگانه یاد میگیریم با هم یک جایی که رابطه یکگانه، دوگانه و سگانه هر کدوم چه قسمی است. خب رابطه اشتراکی یکگانه به نظر شما شاگردای عزیز چه قسمی رابطه میتونه باشه؟ خب نزدیک شدین به جواب؟ آفرین، احسن به شما. از اسمش پیداست دیگه، نه رابطه یگانه، رابطه است که از به اشتراک نمودنی یک جور الکترون به وجود میاد، تشکیل میشه، که در شکل سلایت هم شما مشاهده میکنید این رابطه ها را. در این قسمت به براتون مشخص میکنم. در ساختار لیویس این مولکول سیل کنید، مثالی که ما میتونیم برش بزنیم مولکول ایتان هسته. در این قسمت سیل کنید بین دو اتم کربن یک جوره الکترون به اشتراک گذاشته شده، صحیح است؟ خب یک جوره الکترون، همچنان ما بین اتم ای کربن و اتم هیدروژن هم یک جوره الکترون به اشتراک گذاشته شده. هر کدام از اینها را ما یک رابطه اشتراکی میگیم. رابطه اشتراکی را شاگردای عزیز ما به صورت یک خط هم میتونیم نمایش بدیم، که ایده ای شکل به طور واضح یک خط برای شما نمایش داده شده. این شد رابطه اشتراکی یگانه. حالا رابطه اشتراکی دوگانه چی هسته؟ باز هم رابطه اشتراکی دوگانه مانند رابطه اشتراکی یگانه است، با این فرق که از به اشتراک نمودنی دو جوره الکترون ما بین دو اتم تشکیل میشه، که مثالش هم مولکول ایتیلن هست. شاگردای عزیز در ساختار لیویس این مولکول دقت کنید، در این قسمت رابطه یگانه در این قسمت مشخص شده. در نگاه کنید بین دو اتم کربن دو جوره الکترون به اشتراک گذاشته شده است، که همون رابطه دوگانه است. ما رابطه دوگانه رو به صورت دو خط این رقم نشان میدیم، که در این شکل به طور واضح براتون نمایش داده شده. همین مولکول ایتیلن که براتون گفتیم که مهمترین مولکول است که دارای رابطه دوگانه می باشه، در صنعت میوه‌جات از آن استفاده می شود، در پخته شدن و رسیدن میوه ها از آن استفاده می شه، که بسیار کاربردی مهمی داره. این شد رابطه دوگانه. حال رابطه سگانه از چی هست؟ رابطه سگانه هم همون رقم که از اسمش پیدا هست، رابطه ای است که از به اشتراک نمودن 3 جور الکترون تشکیل میشه. شاگردای عزیز مولکولی که در قسمت که رابطه سگانه داشته باشه رو مثال بزنیم، مولکول استیلن هست شاگردا، که در ساختار مولکول در ساختار لیویسش مشاهده میکنید که در قسمت سعی کنید 3 جور الکترون به اشتراک گذاشته شده، که رابطه اشتراکی سگانه را تشکیل داده. ما رابطه اشتراکی سگانه را به صورت 3 خط نمایش میتیم، که در این شکل به طور واضح براتون نمایش داده شده. این مولکول استیلن که براتون مثال زدیم شاگردای عزیز، این در صنعت جوشکاری استفاده میشه، که کاربردی هم بسیار مهم است. شاگردای عزیز یاد داشته باشه. خوش آگاهی عزیز، در این قسمت درس ما به اتمام رسید، آخر شد. یک جمع‌بندی داشته باشیم که امروز ما شما چی یاد گرفتیم. امروز ما شما یک فرق دیگه ما بین اتم های، یک فرق دیگه ما بین مرکبات عضوی و غیر عضوی یاد گرفتیم. صحیح است؟ گفتیم مرکبات عضوی جریان برق از خود عبور دادن نمیتونن مثل بودن، درست است؟ اما مرکبات غیر عضوی میتونن جریان برق از خود عبور بیتن، مثل نمک، محلولی نمک. دیگه چی یاد گرفتیم؟ تشخیص عناصر در مرکبات عضوی یاد گرفتیم با کمک آزمایش، که گفتیم ماده سیاه رنگ برای ما اتم کربن مشخص میکرد و قطرات آب اتم هیدروژن مشخص میکرد. دیگه ساختمان اتم کربن یاد گرفتیم که دارای 4 الکترون ولانسی است، 4 رابطه اشتراکی رو تشکیل میده.
رابطه اشتراکی رو گفتیم، انواع رابطه اشتراکی رو گفتیم که رابطه اشتراکی یگانه از به اشتراک نمودن یک جور الکترون به وجود می آمد، رابطه اشتراکی دوگانه از به اشتراک نمودن دو جور الکترون و سگانه از به اشتراک نمودن سه جور الکترون تشکیل می شد. این مطالبی بود که امروز ما شما یاد گرفتیم. حالا برای شما یک کار خانگی آوردم شاگردای عزیز که کار خانگی رو اول درس خود مطالعه میکنین، بعد این کار خانگی رو در کتابچه خود انتقال میدین، حل میکنین و برای ما به نمبری که در ابتدای درس براتون گفتم برای ما روان میکنین. کار خانگی به این صورت است: با اضافه نمودن اتم های هیدروژن روابط اتم های کربن در ساختمان زر تکمیل نمایید. خب شاگردای عزیز، ما یک راهنمایی در رابطه با این سوال براتون میکنم که راحت در خانه حل کنید. راهنمایی میکنم که شما میدانید که اتم کربن چهار رابطه اشتراکی رو تشکیل داده میتوانست. در این قسمت نگاه کنید، اتم کربن سه رابطه اشتراکی رو با سه اتم کربن تشکیل داده. خب میمونه چند رابطه اشتراکی دیگه؟ یک تای دیگه میمونه که چهار رابطه اشتراکیش تکمیل شود. خب این یک رابطه اشتراکی را میتونه با یک اتم هیدروژن تشکیل بده. به همین ترتیب، به همین قسم شما میتونید دیگه اتم های هیدروژن را در ساختارهای دیگه تشخیص بدین، تعدادش را مشخص کنید و این سوال را حل کنید و برای ما روان کنید. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما خلاص شد. امیدوار هستم که درس امروز خوب فهمیده باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتان باشه.